حضرت علی علیه السلام در 13 رجب سال 30 آم الفیل 10 سال قبل از بعثت در درون خانه خدا چشم به جهان گشود. لقب شریفش امیر مؤمنان و کنیش ابوالحسن می باشد. پدر بزرگوارشان ابو طالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم ابن عبدمناف و مادر مکرمش فاطمه بنت اسد می باشد. خاندان هاشمی از لحاظ فضایل اخلاقی و صفات عالی انسانی در قبیله قریش و این طایفه در بین طوایف عرب زبانزد خاص و عام بود. فتوت، مروت، شجاعت و بسیاری از فضایل دیگر اختصاص به بنی هاشمی داشت که یک یک این فضیلت ها در وجود مبارک حضرت علی علیه السلام تجلی داشت. فاطمه بنت اسد در هنگام به دنیا آوردن حضرت علی علیه السلام راه مسجد الحرام را در پیش گرفت و خود را به دیوار کعبه نزدیک ساخت و چنین گفت: خداوندا، به تو و پیامبران و کتاب‌هایی که از طرف تو نازل شده اند و نیز به سخن جدم ابراهیم سازنده این خانه ایمان راسخ دارم. طولی نکشید که دیوار کعبه در برابر چشمان عباس بن عبدالمطلب شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و دیوار به هم پیوست. فاطمه بنت اسد تا 3 روز در شریفترین مکان خانه خدا ماند و در روز 13 رجب نوزادش را به دنیا آورد. فاطمه بنت اسد از همان شکاف دیوار بیرون آمد و گفت: پیامی از غیب شنیدم که نامش را علی بگذار. حضرت علی علیه السلام تا 3 سالگی نزد پدر و مادرش به سر برد و پیامبر اکرم وی را از بعد به تولد تحت تربیت خود قرار داد. حضرت علی علیه السلام نخستین فردی بود که به پیامبر ایمان آورد. دنبال
دامن زمین میباره به خون سرود عاشقونه که آمد صاحب خونه به خون سرود عاشقونه بوسید لبهاشو پیمبر علی به لب قرآن میخونه من كان بما قسم الله له راضيا گواراترین زندگی را کسی دارد که به آنچه خداوند نصیب او کرده است خرسند باشد.